سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز همونجور که قولشو قبلا بهتون داده بودم این اسپری رو آوردم براتون امتحانش کنیم با هم دیگه و ببینیم که چقدر خوب هست یا نه. قبلا که پودرشو دیده بودین، ما روی فرش زدیم امتحان کردیم. اگر که ویدیوشو ندیدین تا حالا، لینکش همین بالاست، میتونین واردش بشین و پودرشو ببینید. حالا ما می‌خوایم با اسپریش روی این صندلی غذاخوریمون رو تمیز کنیم چون لک گرفته. سلام، منم هستم و آره، قبلا همونجور که نرگس گفت اون پودر برای مواقعی بود که اون لکه یا اون چیزی که وجود داره خشکه و نیاز به آب نداره، ولی این اسپری برای لکه های خیس، یعنی حتی یه بارم شد یادت رنگ مو ریخت روی فرش، حتی رنگ مو هم روی فرش ریخته شد و خیلی راحت ما با همین تمیزش کردیم. اونایی که شاهدن بیان بنویسن، خیلی شاهد بودن که این کار رو انجام دادیم. خب الان این مبله رو آقا پرهام یه خورده آب میوه روش ریخته، میخواییم ببینیم که آیا با این تمیز میشه یا نه. اسپری هم به این صورت هست که باید 5 دقیقه یعنی اسپری بکنید روی چیزی جایی که وجود داره و 5 دقیقه بذارید بمونه، تا بعد از 5 دقیقه با دستمال یا با فرچه روی اون میکشیم تا تمیز شه. حالا بریم ببینیم چی میشه. خب حالا 5 دقیقه میذاریم میمونه، دوباره برمیگردیم و با دستمال یا فرچه روش میکشیم تا اون لکه از بین بره. خب دوستان، تا 5 دقیقه میگذره من یکم باهاتون صحبت کنم، بهتون بگم که اینو چجوری میتونید بخرید. این اسپری رو داخل دی ام هستش، میتونید شما از دی ام خریداری کنید. کسایی هم که اینترنتی خرید میکنن لینکش رو پایین ویدیو میذاریم براتون، از آمازون میتونین خرید کنید. خب ما داریم به 5 دقیقه نزدیک میشیم، فقط من یه موضوعی رو بگم. اگر شما مبلتون رو چند وقته دارید استفاده میکنید، مثل این صندلی میز غذاخوری که ما داریم استفاده میکنیم، شاید نزدیک 3-4 سال هستش که استفاده میشه، اگر لکه اینجا بیفته و شما این مایه رو بزنید و بعد از 5 دقیقه بکشید، اون لکه پاک میشه. ولی چون خود این پارچه 3-4 ساله داره کار میکنه و ممکنه گرد و خاک گرفته باشه و کثیفی داشته باشه، همونجور که میبینید بعد از خشک شدن اینجاهای لکه میندازه. پس اگر این اتفاق افتاد، شما باید کل این مبلتونو، یعنی 4 طرفو دقیقاً اسپریو بزنید و با فرچه بکشید که کاملا یک دست بشه. ما اول سعی میکنیم این لکه رو از بین ببریم. اگر این لکه هم افتاده بود، دوباره باید کل این مبل رو روش اسپری کنیم تا تمامش یک دست بشه. خب 5 دقیقه گذشته و من با اسفنج میخوام این رو تمیز کنم. همینجور که نرگس داره اینو تمیز میکنه، منم بگم که دوستانی که عضو کانال نشدن، یعنی هنوز روی سابسکرایب کلیک نکردن، و دوستانی که حتی کلیک کردن، حتما اون زنگوله رو فعال کنن و روی آل قرار بدن، چون ویدیوهایی رو ما میذاریم. مثلا چند وقت پیش در مورد آلدی یه سری محصول بود که آورده بود، منتها یه سری از دوستان مثلا 4-5 روز بعد اون ویدیو رو دیدن و خب دیگه کار از کار گذشته بود و آلدی اون محصولش رو آورده بود و تموم شده بود. بعد از این که ما اینو معرفی بکنیم، حتما چون دم عید هست و یه سری ها میخوان خونه تکونی بکنن، برای شستشوی کامل فرش توی خونه دستگاهی رو از دی ام میتونید بگیرید که ما توی ویدیوی بعدی تیه همین 1-2 روز آینده اونم داخل کانال میذاریم. پس نگاه بکنید الان، اگر با گوشی تلفن همراهتون دارید این ویدیو رو میبینید، همین الان زیر ویدیو رو نگاه کنید ببینید اگر سابسکرایبتون هنوز قرمز هست روش کلیک کنید، یعنی هنوز عضو کانال نشدید. بعد از اینکه اونجا کلیک کردید، یک زنگوله‌ای پدیدار میشه که روی بالاترین زنگوله که آل نوشته شده کلیک کنید. اینجوری همون لحظه که ما ویدیو رو میذاریم، همون ویدیو به اطلاع شما میرسه و اگر چیز مهمی باشه
میتونید ازش استفاده کنید. در غیر این صورت ممکنه دو سه روز بعد اون ویدیو به شما معرفی بشه و خب حالا اگر محصولی توی فروشگاهی باشه یا اتفاق خاصی باشه ممکنه که اونو از دست بدید. بریم ببینیم نرگس چیکار کرده. نرگس هنوز پاک نشده؟ داره پاک میشه دیگه. میبینید اوکی آره. کم رنگ شده و... ولی فکر میکنم این لکه ها میمونه و ما مجبور هستیم که کلن این صندلی رو اسپری بزنیم، درسته؟ بله. اینم خودتون میدونید آب آلبالو اگر بریزه روی لباس هم حتی بریزه خیلی به سختی پاک میشه، ولی میبینید الان خیلی کم رنگش کرده. ولی ما یه بار دیگه اسپری میزنیم و دوباره اینو تمیزش میکنیم ببینیم که به چه صورت میشه. خب همجور که میبینید کاملا این سطح رو ما اسپری پاشیدیم و میذاریم میمونه تا کفش یه کمی بخوابه و قشنگ معلوم میشه که دیگه چند دقیقه گذشته از روی این کف و میتونیم به راحتی اون موقع با اسفنجتون یا حالا هر دستمال بیرنگی اگر دارین حتما روشو با اون انجام بدیم. همون ماکسیموم 5 دقیقه رو که گفته اگر شما صبر کنید این کفا دیگه یواش یواش محو میشه و اون موقع است که میتونید خیلی راحت اونو بکشید تا از بین بره. خب دیگه ما وای میسیم و یه چند دقیقه صبر میکنیم تا این کف اوکی بشه، بعد روی اینو میکشیم و میایم خدمتتون تا بهتون نشون بدیم که مبل به چه شکلی در اومده. پس با همون همراه باشید. خب از اونجا که نرگس بانو خسته شدن تصمیم گرفتم که من ادامه کارو برم. بیشتر این کارا زمانی خوب هستش که یه خورده آفتاب هم داشته باشیم که ما متاسفانه توی آلمان ازش محروم هستیم بیشتر موقع‌ها. ولی اون دستگاهی رو که بهتون گفتم که شما میتونید از دی ام خریداری بکنید، اون هم کار شستشو رو انجام میده هم کار خشک کردن. البته خشک کردن به این معنا نیست که کامل خشک بشه، ولی یه حالت رطوبتی داره که بعد میتونید توی یه هوای باز بذارید خیلی خوب خشک بشه. اونو حتما توی ویدیو بعدی، دستگاهشو گرفتیم ولی توی ویدیو بعدی حتما بهتون طرز کارش هم نشون میدیم و بهتون میگیم چطور میتونید اونو از فروشگاه دی ام بگیرید. همین مبلارم شما میتونید با همون دستگاه هم تمیزشون بکنید، حتی اگر گلیم دارید، اگر که قالیچه‌ای دارید، تمامش رو با اون دستگاه میتونید خیلی راحت تمیزش کنید. می‌بینید 5 دقیقه گذشته و کامل این به خورده این رفته و راحت تمیز میشه. خب خیلی خیلی کم اثری ازش مونده و اینم کامل ما کشیدیم تا کاملا یه دست بشه. فقط مواظب باشید که دیگه اگر تکیه‌گاه شما تمیز هست این بهش نفوذ نکنه، چون دوباره ممکنه که کثیفی‌های این پایینی همراهمون بیاد بالا و اینجام دوباره یه لک بیفته و مجبور میشید دوباره کل اینم تمیز بکنید. اون لکتون هرچی تازه تر باشه خیلی راحت تر و بهتر میتونید اونو تمیزش کنید. خب نرگس خانم راضی هستی؟ بله. سری اول که گفتم خب دیگه کارمون تمومه، نرگس گفت که نه هنوز لکه هست، من هنوز اینجوری دوست ندارم، دیگه مجبور شدم یه خورده خشونت به خرج بدم تا تمیزتر بشه. الان اوکیه؟ الان راضی؟ دست در بکنه. خیلی هم عالی. خیلی هم خوب. بله. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. همونطور که قبلا گفتم لینک خرید این اسپره رو پایین ویدیو براتون میذارم و پودرش هم که قبلا بهتون معرفی کرده بودم رو لینکش هم بالا هستش و لینک خریدش هم دوباره پایین ویدیو براتون میذارم. و همین دیگه. اون ویدیوها رو حتما از دست ندید. بله. اگه هنوز عضو نشدید عضو بشید، چون که اون کاملا فرش شما رو شستشو میده،
خیلی راحت توی خونه هم میتونید این کارو انجام بدید. این پودرا و این اسپرایایی که ما معرفی میکنیم فقط برای مواقع حساسه. یهو نشستید بچه میزنه، چای میریزه، قهوه میریزه، میتونید خیلی راحت تمیز کنید. ولی اگر کلی میخواین فرشتون، مبلتون رو تمیز کنید، ویدیو بعدی ما رو از دست ندید. پس تا اون ویدیو خدا نگهدار. خدا نگهدار.